مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسپال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق شیرازی دام اولین جلسه تحقیقاتی طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر را در دفتر خود در شهر مقدس کربلا برگزار کرد این جلسه تحقیقاتی با حضور حجت الاسلام مستمین شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح حسین علیه سلام و به ریاست عبدالصاحب الکشوان مدیر این مؤسسه و با حضور تعدادی از کارشناسان و فعالان عراقی که در زمینه های مختلف فعالیت دارند برگزار شد مهمان ویژه این جلسه تحقیقاتی جناب مهندس حسن شریفی شهردار شهر مقدس کربلا بود به گفته عبدالصاحب الکشوان حاضرین در این جلسه نقطه نظرات مختلفی درباره چگونگی آماده سازی زمینه برگزاری طرح چشمنداز اربین 2030 با 50 میلیون زائر را مطرح کردند در همین حال صلاح جشمی، مشاور حقوقی مؤسسه مسپال حسین علیه السلام و از اعضای حاضر در این جلسه تحقیقاتی طی اظهاراتی به خبرنگار خبرگزاری اخبار گفت در حال حاضر قصد داریم با برگزاری جلساتی تحقیقاتی و پژوهشی زمینه های کامل اجرای طرح چشمانداز اربین 2030 با حضور 50 میلیون زائر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم وی در ادامه افزود این مسئله بسیار مهم است زیرا باید توانایی ها و امکانات کامل شهر مقدسه کربلا ارزیابی شود تا بعد از آن بتوانیم زمینه برگزاری این طرح عظیم و میلیونی را اجرا کنیم در همین حال مهندس حسن شریفی شهردار شهر مقدس کربلا در حاشیه این جلسه به خبرنگار اخبار شیه گفت این گونه جلسات تحقیقاتی برای اجرای این چنین طرحهای بزرگی از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا مسیر حرکت را رو روشن و شفاف می کند. به در ادام افزود این گونه مراسم عظیم قطعا از سوی خداوند متعال هم مورد حمایت و عنایت قرار می گیرد.